سهرابی، ابتدا ما از عوارض زیست محیطی ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله بگین و اینکه به طور به خصوص چه تأثیری بر روی دامداران و دامهای این منطقه خواهد داشت. ببینید، درود بر شما. ببینید، وقتی که ما صحبت از یک پروژه میکنیم، ابتدا باید نگاه بکنیم که این پروژه چجوری میخوان در اونجا اجرا بکنن. آیا بر اساس تواد اکولوژی اون سرزمین بوده، یعنی ارزیابی دقیق محیط زیستی برای اون انجام شده؟ آیا آمایش سرزمین انجام شده؟ حالا شما در نظر بگیرید منطقه ای که ما صحبتشون میکنیم جز مناطق چهارگانه هست که اصولا هر گونه دخل و تصرفی در اون، تغییر کاربری در اون ممنوع هست، پناهگاه حیات وحش است. حالا اگر پتروشیمی رو در نظر بگیریم که در اونجا دارن صحبتشون میکنن و میخوان اونو احداث بکنن، پتروشیمی خب اولا مکانیابیش برای اون منطقه غلط بوده، طبق همون بحثای توان اکولوژیکی سرزمین و طرح آمایش سرزمین که اصولا نباید اونجا ما طرح پتروشیمی داشته باشیم. پتروشیمی صنعت آببری هست، در اونجا ما منبع آبی کافی که بتونه یک پتروشیمی رو کامل تغذیه بکنه نداریم. دشتا در شرق با مشکل مواجه شده اند. و از طرف دیگر پساب داره که اون هم آلودگی ایجاد خواهد کرد. مسئله آلودگی هوا داره که باز مسئله آلودگی هست در اونجا. فشاری بر اون اکوسیستم وارد خواهد شد که نهایتاً اون حالتی که میتونه پناهگاه حیات وحش باشه از بین بره و تنوع زیستی اونجا رو تهدید بکنه. و اما در رابطه با مسئله دامدارها، ببینید ما در ایران یک مشکل اساسی داریم که تحت عنوان زمینخواری عنوان شده که معمولا اراضی ملی مراتع تغییر کاربری داده میشن. تغییر کاربری که داده میشه خب تبعات بسیار زیادی رو به همراه داشته. ببینید، ما فرسایش خاک رو داشتیم، مسئله فرونشست رو داشتیم و کشاورزی نامتوازنی که از این تغییر کاربری ها به وجود اومده. حالا اینجا وقتی که دام ها در اونجا دارن چرا میکنن و تعادلی برقرار هست بین دام و اون مرتع، وقتی که ما میایم اینو به هم میزنیم، دو تا راه برای اون دامدارها وجود دارد. یا باید محلشون رو ترک بکنن به چراگاه دیگه‌ای برن که ممکنه در اون چراگاه جدید تعادل دامبرتر به هم بخوره، تنوع زیستی اونجا با مشکل بشه و تبعات دیگه از جمله فرسایش خاک و مسائل دیگه رو به وجود بیاره، یا اینکه مجبور هست همچنان که در گزارش شما هم بود دامهاشون رو بفروشن و باز ما اونجا یک فشار دیگه رو می‌بینیم بر اون تنوع زیستی منطقه. وقتی که در یک جای دام وجود داشته باشه و اون دام در تعادل با سیستم باشه، میتونه تنوع زیستی رو بالا ببره و کمک بکنه به احیای اکولوژی که اون اکوسیستم و پایداری اون سیستم. اما من یک نکته رو در رابطه با میانکاله میخوام اشاره بکنم. ببین، ممکنه نهایتا با فشاری که از سوی این اکتیویست ها میاد یا فشاری که الان وجود داره پروژه پتروشیمی جلوشو بگیرند، ولی آیا این امکان وجود نداره که سناریوی دیگه مثل شهرکسازی باشه و این یک رویه بشه برای جاهای دیگه کشور که بسیار بسیار خطرناک خواهد بود؟ بله، ممنونم از شما. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست از آلمان همراه ما بودین.